مثال بعدی، قابلیت حل شدن مس 2 سولفات در 85 درجه سانتیگراد برابر 60 گرم و در 15 درجه سانتیگراد برابر 18 گرم است. اگر 120 گرم محلول سیر شده آن را سرد کنیم تا از دمای 85 درجه به دمای 15 درجه سانتیگراد برسد، مقدار مس 2 سولفات رسوب شده چند گرم خواهد بود؟ دقت کنیم به پاسخ. خب مقدار رسوب گفتیم از این رابطه به دست میاد. ما اولین کاری که انجام میدیم بعد آ، بی و ایکس رو از صورت سوال استخراج کنیم. خب خود سوال گفته از دمای 85 به 15. پس 85 دمای اولیه، 15 دمای ثانویه. میریم سراغ انحلال پذیریشون. خب 85 درجه رو گفته 60 گرم یعنی آ. 15 درجه رو گفته 18 گرم یعنی بی و جرم محلول ایکس هم مساوی است با 120. جایگذاری میکنیم. جواب حاصل مساوی است با 31.5 گرم مقدار جرم رسوب تولید شده. مثال بعدی، قابلیت حل شدن کدام ماده در آب با افزایش دما افزایش و کدام کاهش می‌یابد چرا؟ واکنش اول، کاسیل جامد به علاوه 17.2 ژول گرما وقتی در آب حل شده داده کاه مثبت محلول به علاوه سیل منفی محلول. واکنش دوم، LII یعنی لیتیوم یودید جامد وقتی توی آب حل شده داده یون لیتیوم و یون یودید و به مقدار 63.4 کیلو ژول گرما هم آزاد شده. خب دقت کنید به پاسخ. با توجه به انحلالی که به ما داده شده، انحلال اول چون مقدار گرما و انرژی در سمت چپ قرار داره یعنی یک انحلال گرماگیر. واکنش دوم چون مقدار گرما و انرژی در سمت راست و در قسمت فرآورده ها قرار داره یعنی یک انحلال گرماده. پس یک شد گرماگیر، دو شد گرماده. که با توجه میتونیم به جواب خودمون برسیم. پس انحلال یک گفتیم گرماگیره، قابلیت حل شدن افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون خود سوال گفته انحلال شد گرماگیر. گفتیم در انحلال های گرماگیر نمودارشون صعودیه، یعنی وابستگی انحلال پذیری با دما مستقیم. گفتیم وقتی دما افزایش پیدا میکنه انحلال پذیری هم زیاد میشه. اما واکنش دوم، انحلال دوم چون یک انحلال گرماده است، گفتیم در انحلال های گرماده نمودار انحلال پذیری نزولیه که انحلال پذیری با دما رابطهشون عکسه. حالا هرچی دما بیشتر میشه انحلال پذیری کاهش پیدا میکنه. پس تونستیم اینجا اینو مشخص کنیم با افزایش دما انحلال پذیری کجا زیاد میشه کجا کم میشه. پس نکته کلی رو با در نظر داشته باشیم. در انحلال های گرماگیر گفتیم دما با انحلال پذیری رابطه مستقیمه، در انحلال های گرماده رابطه دما با انحلال پذیری به صورت عکس خواهد بود. دقت کنیم به مثال بعدی. دانش آموزی 400 گرم کاینوسه را وزن کرده و آن را به 200 گرم آب نگه داشته شده در دمای 80 درجه سانتیگراد اضافه می کند. همه نمک جامد حل نمی شود. پس از سرریز کردن محلول که هنوز داغ است، دانش آموز در می یابد که مقدار کاینوسه حل نشده 110 گرم است. انحلال پذیری کاینوسه در آب در دمای 80 درجه چقدر است؟ دقت کنید به پاسخ. خب مقدار آبی که دانش آموز در نظر گرفته 200 گرم بوده. 400 گرم از این ماده رو حل کرده داخلش در دمای مشخص، اما 110 گرمش حل نشده. خب ما میخوایم ببینیم در 200 گرم آب چند گرم از این ماده حل شده، یعنی جرم نمک حل شده در 200 گرم آب. دقت کنید 400 گرم که کل نمکش بوده، 110 گرمش حل نشده، بنابراین 290 گرم کاینوسه در 200 گرم آب حل شده. اما سوال از من انحلال پذیری کاینوسه رو در دمای 80 درجه میخواد. با توجه به تعریفی که در نظر گرفتیم برای انحلال پذیری یا قابلیت انحلال، گفتیم بیشترین مقدار یک ماده بر حسب گرم که در 100 گرم آب حل میشه و یک محلول سیر شده به وجود میاره. اما اینجا مقدار آب ما 200 گرم بوده. پس ما باید بیایم حساب کنیم در 100 گرم آب چند گرم از این ماده حل شده. دقت کنید. قابلیت انحلال پذیری در 100 گرم آب. خب ما 200 گرمش رو داریم، به مقدار 290 گرم حل شده. حالا میخوام اینو توی 100 گرم آب چقدر؟ بس برام دقت کنید، از راه استیکیومتری حل میکنیم. ما گفتیم در 200 گرم آب 290 گرم کاینوسه حل شده. میخوام این حالا در 100 گرم جوابی که اینجا به دست میاد مساوی است با 145. یعنی قابلیت انحلال کاینوسه در دمایی که به ما گفته شده 80 درجه مساوی است با 145 گرم. دقت کنید به مثال بعدی. شکل زیر نمودار انحلال پذیری چند ترکیب یونی را نشان میدهد. با دقت به این نمودار نگاه کنید و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید. آ.
اگر بخواهید محلول‌های سیر شده ای از پتاسیم کلرید در دماهای 0 درجه سانتیگراد، 40 درجه سانتیگراد و 80 درجه سانتیگراد تهیه کنید، در هر مورد چند گرم کاسیل را باید در 100 گرم آب حل کنیم؟ دقت کنیم به پاسخ. با توجه به نمودار داده شده که نمودار انحلال پذیری چند تا ماده را داره به ما نشون میده، اما اینجا سوال در مورد چی از ما پرسیده؟ کاسیل. میخوام ببینیم در دماهای 0، 40 و 80 درجه سانتیگراد وقتی من میخوام یک محلول سیر شده به وجود بیاد و داشته باشم، چند گرم از این ماده رو حل کنیم؟ گفتیم محلول سیر شده رو روی نمودار چجوری تعیین میکردیم؟ گفتیم یه خط روی دما رسم میکردیم، یه خط هم روی مقدار گرم حل شونده. محل تقاطع رو باید روی نمودار در نظر بگیر. گفتیم محل تقاطع اگه روی نمودار باشه، محلول سیر شده است. پس وقتی من میخوام ببینم در دمای 0 درجه چقدر از این ماده حل میشه، دقت کنید. من میام روی دمای 0 یه خط عمود میکنم تا نمودار کاسیل رو قطع کنه. خب محل تقاطع اینجاست که در تقریبا میتونیم وسط در نظر بگیریم و 25 گرم در نظر بگیریم. پس قابلیت انحلال کاسیل در دمای 0 مساوی است با 25 گرم تقریبا. حالا در دمای 40، دمای 40 هم تا در نظر میگیریم، میایم روی دمای 40 درجه یه خط عمود میکنیم تا نمودار کاسیل رو قطع کنه. حالا هر کجا که قطع کرد، به صورت افقی میریم روی نمودار مقدار انحلال پذیری. عددی که به دست میاد تقریبا مساوی است با 38. یعنی شما اینجا روی 40 که بیای بالا به سمت نمودار گرم بریم، پایین تر از 40 میگیم تقریبا حدودا 38 گرم قابلیت انحلال پذیری کاسیل در دمای 40 درجه است. و در دمای 80 درجه هم همینطور. دقت کنید روی دمای 80 یه خط عمود میکنیم تا نمودار کاسیل رو قطع کنه. حالا محل تقاطع رو در نظر میگیریم، به صورت افقی میریم تا ببینیم روی مقدار انحلال پذیری به چه عددی میرسیم. تقریبا به عدد 52 میرسیم. این مقداری که گفتیم به صورت تقریبیه. پس ما تونستیم مقدار یا قابلیت انحلال پذیری کاسیل رو در دمای 0، 40 و 80 به صورت تقریبی چکار کنیم؟ از روی نمودار به دست بیاریم. دقت کنید قسمت بعدی. به جدول زیر را کامل کنید. تأثیر دما بر انحلال پذیری کائنوسه و کاسیل را با هم مقایسه کنید. دقت کنید به پاسخ. خب میخوایم این جدول را کامل کنیم با توجه به نمودارهای داده شده. یه چند تا دما به ما داده و مقدار انحلال پذیری یا مقدار گرم حل شونده رو میخواد تو این دماها به دست بیاریم برای پتاسیم نیترات و پتاسیم کلرید. خب برای کائنوسه نمودار منظر این نمودار خواهد بود. گفتیم برای تعیین مقدار انحلال پذیری یا قابلیت نفت روی دماهای داده شده یه خط عمود میکنیم، روی 0، روی 30 و روی 50. هر کجا که این نمودار رو قطع کرد در نظر میگیریم، یه خط موازیش رسم میکنیم تا این نمودار رو قطع کنه، تا بتونیم روی این نمودار مقدار گرم های حل شونده رو به دست بیاریم. دقت کنیم اگه ما روی 0 یه خط عمود کنیم، اینجا قطع میکنه، اینجا جواب تقریبا مساوی است با 12 گرم. این قسمت در دمای 30 وقتی میایم رسم میکنیم، محل تقاطع اینجا میشه. تقریبا اگه یه خط موازاتش بکشیم به عدد 43 میرسیم. در دمای 50 هم همینطور. وقتی رو دمای 50 می خط رسم می‌کنیم، مقدار انحلال پذیری که به دست میاد تقریبا مساوی است با 80 گرم. پس ما قابلیت انحلال رو برای پتاسیم نیترات به دست آوردیم. می‌ریم سراغ پتاسیم کلرید. خب نمودار پتاسیم کلرید این نموداره. ما می‌آییم در دمای 0، 30 و 50 خط رسم می‌کنیم تا بتونیم قابلیت انحلال این ماده رو در 100 گرم آب در دماهای خاص شده به دست بیاریم که با توجه به نمودار داده شده به این عددها میرسیم: 25، 35 و 42. پس ما اینجا میتونیم نتیجه بگیریم. میگیم در انحلال پتاسیم نیترات و پتاسیم کلرید وقتی دما افزایش پیدا میکنه، انحلال پذیری هم افزایش پیدا میکنه، یعنی هر دوتا نمودارشون سعودیه. یعنی میتونیم بگیم انحلال این مواد توی آب گرماگیره، چون گفتیم در انحلال‌های گرماگیر دما با انحلال پذیری رابطه مستقیم داره. اما نتیجه دیگه که میتونیم اینجا بگیریم، اگه دقت کنیم به دوتا نمودار، نمودار پتاسیم نیترات نسبت به نمودار پتاسیم کلرید شیب بیشتری داره. وقتی شیبش بیشتره، یعنی وابستگیش به دما هم چیه؟ بیشتر. یعنی در مقدار تغییرات دمایی که داره به وجود میاد برای پتاسیم نیترات، مقدار حل شونده بیشتر تغییر میکنه نسبت به پتاسیم کلرید.
دقت کنید به قسمت پ. محلول سیر شده ای از پتاسیم کلرات کاسیل او 3 در دمای 80 درجه در اختیار دارید. اگر این محلول تا دمای 0 درجه سرد شود چه اتفاقی می افتد؟ آیا در 0 درجه نیز محلول سیر شده است؟ دقت کنید به جواب. خب با توجه به نمودار داده شده و محلول خواسته شده میگیم انحلال پذیری کاهش می‌یابد و رسوب تولید می‌شود و در 0 درجه سانتیگراد محلول فراسیر شده می‌باشد. خب چون انحلال پذیری با دما رابطش عکسه، ما وقتی دما رو کم کردیم اون مقدار ماده چون بیشتر از حد مجاز داخلش هست، یعنی یک محلول سیر شده به فراسیر شده تبدیل شده، مقدار رسوب خواهد تولید کرد که اونم گفتیم زمانی که حالا به هم بزنیم اگه بلوری بهش اضافه کنیم رسوب تولید بشه، اما اگه ما دما رو کم کم کاهش بدیم اون به صورت محلول فراسیر شده باقی خواهد موند.